کمک 23 میلیون دلاری بشردوستانه به کابل رسید. ایران مجوز ترانزیت گازوئیل از قلمرو خود به افغانستان را صادر کرد. نفوذی طالبان در نروژ بازداشت شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها روزنامه افاق. بانک مرکزی حکومت طالبان اعلام کرده که در ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان روز یک شنبه 3 دل و 32 میلیون دلار پول کمکی به کابل رسیده است. این بانک در اعلامیه گفته است که این مقدار پول از میدان هوایی کابل به بانک بین‌المللی افغانستان AIB منتقل شده است. روز پنج شنبه هم یک محموله 32 میلیون دلار به کابل رسیده بود. بانک مرکزی روشن نمی کند که این کمک ها از سوی کدام کشور یا سازمان به افغانستان کمک شده است. این در حال است که افغانستان پس از تسلط طالبان دچار فروپاشی اقتصادی و کمبود نقدینگی شده است. ایران مجوز ترانزیت گازوئیل از قلمرو خود به افغانستان را صادر کرد. خبرگزاری افاق. مقام های ایرانی اعلام کردند که این کشور مجوز ترانزیت گازوئیل یعنی دیزل از قلمرو خود به افغانستان را صادر کرده است. کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در توییت با اعلام این موضوع در نوشته است که این مجوز برای 3 ماه اعتبار دارد. به گفته او بر اساس این مجوز قرار است ایران اجازه صادرات گازوئیل از قلمروش به افغانستان را بدهد. بومی هدف از این اقدام را رفع نیازمندی های بخشی از مردم افغانستان به گازوئیل عنوان کرده است. این در حال است که طی ماه‌های اخیر بهای سوخت در افغانستان به شدت افزایش یافته است. نفوذی طالبان در نروژ بازداشت شد. تظاهرات گسترده افغانستانی ها در برابر وزارت امور خارجه نروژ در شهر اوزلو جریان دارد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج، همزمان با آغاز نشست نمایندگان گروه طالبان در اوزلو، شمار از شهروندان افغانستان در برابر وزارت خارجه نروژ گرد هم آمده اعتراض کردند. آنان میگویند که طالبان ترورستند و نباید به رسمیت شناخته شوند. در همین حال مختار وفایی خبرنگار اندپندنت فارسی در برگه رخنامه‌اش نوشته است که دو نفر نفوذی طالبان که با سر دادن شعار زنده با طالبان میخواستند تجمع اعتراضی افغانستانی ها در شهر اوزلو را برهم بزنند از سوی پلیس بازداشت شدند. یادآوری میکنیم که سرپرست گروه طالبان دیروز با هواپیمای نروژی از کابل برای نشست با اوزلو پرواز کرد. صنعت پست قرقل در بلخ رو به ریکورد است. روزنامه 8 صبح کابل. شماره از تولید کنندگان و صنعتکاران پست قرقل در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از ریکورد کاروبارشان شکایت دارند و خواهان حمایت حکومت سرپرست طالبان از این صنعت هستند. آنان میگویند که پست قرقل از شهرت جهانی برخوردار است، اما در چند سال گذشته از خرید و فروش باز مانده و از این رو باید برای جلوگیری از ورشکستگی این صنعت و رونق دوباره آن تلاش شود. مسئولان در انستیتوت قرقل در شمال کشور نیز از کاهش صادرات پست قرقل سخن میزنند. به گفته آنان در سال جاری تنها 27,000 پست قرقل به کشورهای خارجی صادر شده است که نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری را نشان میدهد. ساختن کلاه پست قرقل یکی از صنعتهای کهن در ولایت بلخ است. این کلاه که از پست برای تازه تولد شده گوسفندی به همین نام قرقل ساخته می شود، در گذشته های دور به عنوان یک پوشاک شیک و شاهانه به حساب می آمد و عمدتا ماموران دولتی، ثروتمندان و خانواده های بزرگ از آن استفاده می کردند. گفته می شود که در اوج رونق پست قرقل در افغانستان و کشورهای خارجی سالانه تا 2 میلیون پست به بیرون صادر می شد. این روزها فروشندگان و تاجران پست قرقل در بلخ از کاهش سطح فروشات و صادرات این پست و علاقه‌مندی مردم به این صنعت نگران هستند. شماره از صنعتکاران و تاجران پست قرقل در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که نسبت به گذشته بنابر بی‌توجهی بر رشد و توسعه این صنعت، اکنون بازار فروش پست قرقل
در داخل کشور با ریکورد مواجه شده و تقاضا در بازارهای جهانی نیز برای پوست قرقل افغانی کاهش یافته است. عثمان یکی از کهنکاران صنعت قرقل در مزار شریف است که 50 سال می شود در این صنعت کار می کند. وی می گوید در سابق بازار قرقل بسیار خوب بود، اما متاسفانه در 3-4 سال اخیر بازار قرقل با ریکورد مواجه شده است. یکی از علتهایش این است که مارکت در خارج پوست را نمی خرد. در داخل افغانستان هم نسل گوسفند قرقل روز به روز رو به کاهش است. عثمان از نبود بازار فروش و صدور پوست قرقل نگران است و می گوید اگر بی‌توجهی به این صنعت همچنان ادامه داشته باشد، ممکن است بسیار از صنعتکاران پوست قرقل شغلشان را ترک کنند. محسن یکی دیگر از صنعتکاران پوست قرقل در ولایت بلخ نیست. از نبود بازار و عدم حمایت مردم از صنعت قرقل و خرید و فروش آن نگران است. او می گوید اوائل بسیار خوب بود، حالا چندان خرید فروش هم نیست. مردم هم پول ندارن. گشنگی است. زراعت نیست. شما ببینید. مثلا در زمان ظاهرشاه یک وقت چقدر سهولت بود. مردم کلا سر می کردن. از همین صنعت استفاده می کردن. از چیزهای خارج چی جور می شود؟ همه پلاستیک است. باید مردم از این پوست ها پکول جور کنن و استفاده کنن. حمایت دولت پیشین، نبود زمینه پرورش برههای گوسفند قرقل و عدم علاقمندی مردم از عمده‌ترین عوامل است که در ریکورد صنعت پوست قرقل نقش داشته است. تولید کنندگان و صنعتکاران پوست قرقل با اشاره به این عوامل میگویند که پوست قرقل تولید افغانستان به ویژه شمال کشور بوده که در سطح جهان از شهرت خوب برخوردار است. با این حال مسئولان در انستیتوت قرقل در شمال کشور نیز از کاهش صادرات پوست قرقل سخن میگویند. با گفته آنان در سال جاری تنها 27,000 پوست قرقل به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده است و 60,000 پوست دیگر آماده صادر است، اما این رقم نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. محمد عارف مدیر اداره انستیتوت انکشاف قرقل در بلخ می‌گوید در سال 1400 حدود 27,079 جلد پوست قرقل به بیرون از کشور صادر شده و به تعداد 60,000 جلد پوست قرقل آماده صدور است. به گفته او این آمار کاهش چشمگیری را در مقایسه با سالهای گذشته نشان می‌دهد. در همین حال فروشندگان و استفاده کنندگان کلاه قرقل در بلخ از حکومت سرپرست طالبان و مردم می‌خواهند تا با حمایتشان این صنعت را از حالت ریکورد و ورشکستگی نجات دهد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.